به نام خداوند. درس امروز ما و شما برابر از بدامه درس های قبلی است که قبلا ما و شما راجع بر البته برنامه به حساب یا آپریتینگ سیستم بخصوص بخش کنترل پنل ما و شما خواندیم و مورد مطالعه مورد بحث قرار دادیم که کنترل پنل چی است و به چی منظور استفاده میکنیم و آپشن های اساسی و آپشن های مشخص مختلف ما و شما مورد مطالعه مورد بحث قرار دادیم. امروز هم ما و شما کار ما داخل کنترل پنل است که داخل بعضی از آپشن های اساس و مهم دیگه است که ما و شما اونا را مورد مطالعه و مورد بحث قرار میدیم. صحیح است شما؟ خب میریم به داخل کنترل پنل و به داخل از بعضی از آپشن های مختلف داریم و شما اینا را کار میکنیم. خب را برام البته ما و شما از آپشن هایی که مانده بود و آپشن هایی که ما و شما مورد مطالعه قرار میدیم، یکی از اونا آپشن ادمنستریتیو تولز بود که ما و شما میریم به داخل ادمنستریتیو تولز. به داخل از این ما و شما آپشن های مختلف داریم که کامپیوتر سرویسز هست، لوکال سیکیوریتی پالیسیز، پرفارمنس سرویسز هست، دیتا سورسز یا او دی بی سیز و ایون ویور هست که ایون ویور هست سرویسز هست، لوکال سیکیوریتی پالیسی و کامپوننت سرویسز و این آپشن ها رو بلومون شما در بخش شبکه انشاءالله مورد مطالعه قرار میدین، در اصلاح شبکه میخوانین کار میکنین و کامپیوتر منیجمنت هم دیسکس میکنیم، ولی بعضی از آپشن هایش هم شما کار میکنیم میخوانیم و میبینیم که به چی منظور استفاده میشه. و دیتا سورسز بخصوص بخاطر بایساب چی میگن؟ البته که بخاطر دیتابیس هست، یعنی برنامه دیتابیس شما میتونیم به وسیله از این ارگنایز چی کنیم. کامپیوتر منیجمنت یکی از آپشن های بسیار مهم و اساسی است که به وسیله از این شما بعضی از منیجمنت و بعضی از کارهای مختلف ما و شما به داخل کامپیوتر میتونیم که چی کنیم انجام بدیم. صحیح است انشاءالا. به داخل کامپیوتر منیجمنت دبل کلیک میکنیم، یک صفحه بر ما و شما باز میشه که صفحه است که ما و شما میتونیم کامپیوترها را تمام شه چی کنیم منیج کنیم، اداره و کنترل کنیم و حساب عیار بسازیم. که اونمو آپشن ایون ویور در ایجام هست که ایون ویور واقعیت که در کمپیوتر صورت میگیره تمامش چی میکنه؟ ثبت میکنه و کلش میتونی به اساس یک معلومات تو چی کنی ببینی و بخونی. کلی این واقعیت هاست که در کمپیوتر صورت گرفته، مثلا از قبیل اینی، مثلا این آپشن هاییست که صورت گرفته، دبر کلیک کنی معلومات دارد میده که اینی عملیه اینی گپا صورت گرفته در کمپیوتر. آپشن شیر فولدر است که پتانسیال در بخش نتورک بخواهیم که شیر، سشن و اوپن فایل است که به وسیله شیر شما شیرنگ تانه دیدن، سشن کسی که باز میکنه کمپیوتر های تانه فرد امسال همین شیرنگ فایل های تانه استفاده میکنه، در اینجا سشن باز میشه، اوپن فایل از بین همین شیرنگ تان کدام فایلش کسی که استفاده میکنه او رو بر تانه شام میته. این رو شما در چی میخوانیم بخیر؟ در سیستم شبکه در نتورک میخوانیم. لوکال یوزر گروپس در حقیقت در اینجا ما و شما ایجاد کردن یوزرها را کار میکنیم، مثلا در اینجا شما چیز را میخواین که به چه شکل بتانین که یوزر جور کنین، سعی کنین یوزرها را از اینجا شما میتونین که منیج کنین، کنترل کنین و یا که یکی خواه از طریق کنترل پنل ما و شما کار کنین که یوزر جور کردن دیگر هست، یکی هم از طریق چی هست؟ از طریق کامپیوتر منیجمنت و در اینجا آپشن دارن بنام لوکال یوزر گروپس. مثلا بگم من میخوام که یک یوزر نو جور میکنم به نام رحیم، یوزر انتخاب میکنم، راست کلیک که اینجا آپشن داره به نام نیو، نیو یوزر انتخاب میکنم، اتومات در اینجا شما پرسان میکنم بیدار نام یوزر را بده، فول نیم، دسکریپشن، تمام معلومات از این بر ما درش کن. مثلا نام یوزر ما هست چی؟ فرض مثال نام یوزر ما و شما هست رحیم، بگم من یک یوزر جور که به نام رحیم، فول نیمش چی هست فرض مثال رگیم نشته کردیم ما و شما، میگم یک یوزر جور که برای ما برام رحیم، فول نیمش خان هست و دسکرپشن از این مثلا در بخش آیتی کار میکنه، پاسورد از این بیاده رقم یک دو سه هست و
ما در اینجا هم یک دوسته میتیم متوجه باش بدر در اینجا user must change password at next logon یعنی در اینجا اجازه میتی با مجرد کمی user به نام رحیم جور کردی وقتی که لاغان شد اتومات ازش پرسان میکنه بیادر اگر پاسورد تا خواسته باشی که از یک دوسته با کلاب پاسورد دلخواه خود تبدیل میکنی میتونی که اپشن چی کنی چک کنی پاسورد از یک اپشن میتونی که پاسورد با دلخواه خود چی کنی چینج کنی رایی نه اجازه میده یک اپشن ها هم چی کنیم اپشن های دیگه فال میشه که ما اونا رو میتونیم چی کنیم چک کنیم خب اپشن های دیگه را جزئیات ما انشاءالله در بخش نتورک میخوایم ولی فقط کلید کردن یوزر دیگه بفهمین بعدا باز ما شما میایم اتومات یک یوزر جور کنیم به نام رحیم اینا رو وقتی که شما در استارت کنترل پنل در کجا برین در یوزر اکاونت هم برین در اینجا براتون به نام رحیم یک یوزر نشان میده که یک یوزر داره ما زیر نام رحیم اینه برادر عزیز اینه به نام خان فول نیمش چی بود خان به نام رحیم است که اینه ما و شما جور کردیم این حال می خواسته باشی بیادر خان تغییر بتش میتونیش که چی کنی فرض مثال تغییرات که درش وارد کنی میتونی بسیار از اینجا وارد کنی سیسته یعنی دهی جان برای ما و شما رو شام میتن و اما میشه که اگه خواسته باشی پاسورد مثلا تغییر بده یا دیلیت کنی مثلا توریال های بگو دیلیت کراس کلک آپشن داری دیلیت انتخاب میکنیم یا اتومات توریال های برای ما دیلیت میکنه یا مثلا یوزر رحیم رو پاس برای ما دیلیت کن راست کلک آپشن داریم به نام دیلیت یس میکنیم اتومات برای ما شما چی کرد دیلیت کرد صحیح هست این شالا اینا رو خواسته باشی پاس میتونی کس راست کلک نیو یوزر مثلا بگو ما یک یوزر دارم به نام تک میخوایم پاسوردش رو تغییر بدم راست کلک آپشن داره به نام ست پاسورد بگو پاسوردش یک دوسته است بعد تبدیلش میکنم به ای بی سی نشته که ای بی سی ای بی سی صحیح است انشاءالا اوکی میکنم با مجرد که اوکی کنم اتومات میگه در پاسورد has been set میگه پاسورد چی شد ست شد بیادارم چی شد پاسورد ست شد چینج شد با مجرد که اوکی کنیم اتومات پاسورد ما شما سیت کردیم صحیح است انشاءالله آپشن گروپ ایجاد کردن یک گروپ است که با داخل از شما میتونید چی کنید یوزرهای طرف پرچه مثلا بگو یک گروپ جور که بنامه آی تی راست کلک نیو گروپ بگو یک گروپ جور که بنامه آی تی و با داخل آی تی کسایی که آی تی است پرتشانه یک گروپ جور که بنامه بنامه آی تی آیتی مثلا چی مانا داره؟ Information Technology بعدا کریئیت میکنیم با مجرد کریئیت کنیم اتومات یک گروپ جور شد به نام آیتی و این حال بداخل از اگر خواسته باشی چی رو پرتی؟ فرمسال ببته که من میخوام داخل چی پرتم؟ داخل گروپ آیتی داخل گروپس میریم با داخل آیتی دبل کلک میکنیم اد میکنیم کی رو مندازیم؟ بگو یوزر داریم به نام تک فکرت کجا از تک بگو یوزر تک برای ما داخل چی پر تو داخل گروپ آی تی چک نیمش که اوکی این حال ما و شما یوزر تک به داخل چی انداختیم به داخل گروپ آی تی که دبل کنی که بر نشان میتن یعنی کار گروپ چی از بیادر عزیز که کار گروپ از نامش معلوم میشه که شما میتونین بالاتر از یک یعنی 20 30 40 نفر به یک گروپ شامل میکنین مثلا یک شش هفت نفر که شما میگه والا یک گروپ آمدن یعنی گروپ از یک جا شدن چی؟ چندین نفر با وجود میاد یا چندین یوزر اینا رو شما اگر خواسته باشین که اینمی آیتی را از یک جا شدن چندین یوزرها تشکیل میتی باز با داخلش میتونی که مثلا میخوایی که بالای 20 نفر یک پلیسی یک امر تطبیق کنی که 20 نفر اینی کار را نکنن اینا رو ای که بالای 20 نفر علایده علایده پلیسی تطبیق کنی خوب است یا ای که نه یک گروپ پرتی یک جای بالایشان چی کنی؟ 20 اتاق داری 20 و 20 نفر است هر نفر میخوای که بیادر قن بسوزانی هر نفر در هر اتاق علایده علایده پرت بسوزانی خوب است یا کل جهت 20 نفر در یک اتاق پرت یک جای بسوزانی شما سیسته گروپ هم کارش نیست که یک کار بالای چند یوزر در این زمان میتونی تدبیر از این پیشتر کار کردن در این گروپ یوزر انشالله در بخش نتورک میخوانیم در بخش یوزر اکاونت منیجمنت و گروپ منیجمنت یا را کلش در بخش شبکه ها ما و شما باز دیسکس میکنم
و در اینجا آپشن داریم برنامه پرفورمنس و لاگ ارز. در اینجا بعضی از عملیه ها و بعضی از مشکلات که صورت میگیره از این طریق میتونی که ببینی. آپشن داری برنامه کانتر سیستم پرفورمنسز یا سیستم اوورویو پراپرتیز، شما میتونید که از این طریق بعضی از فرمسال لاگ فایل های سیستم و بعضی از عملیه هایی که در کامپیوتر صورت میگیره تمام از اینا رو چی کنی؟ مشاهده کنی. تمامش از این طریق میتونی مشاهده کنی. صحیح است این چهارا؟ که معمولا آپشن هایش که چهارا باز بعدا ما و شما دیسکس میکنیم. دیوایس منیجر این چهارا باز بعدا ما و شما از طریق مای کامپیوتر پراپرتیز بخوانیم. سیز در ستارت برین مای کامپیوتر پراپرتیز. در اینجا ما و شما هاردویر داریم، در هاردویر دیوایس منیجر داریم. در اینجا باز ما و شما ایره چی میکنیم؟ میخوانیم. فهمی این چهارا؟ و آپشن داریم به نام ریمووال استوریج. وسایلی که مانند ریمووال میدیا باشه از این طریق ما میتونیم اینا را چی کنیم؟ عیار سازی کنفیگر کنیم. مثلا فرض مثال فلاش است، سی دی روم است، فلاپی است، هارد دیسک اکسترنال است، ریمووال میدیا است. تنظیم و کنترل از اونها از کجا صورت میگیرن؟ در اینجا کلش میتونی که بیادر خند بالایشان ایجکت و انویتوری آل تاسک بیادر خنی و رفرش پراپرتیز شان رو میتونی، مشخصات شان رو چی کنی؟ عیار بسازی. صحیح این شما؟ خب میریم به طرف دسک دفرگمنت. برادرای عزیز دسک دفرگمنت چی کار میکنن؟ دسک دفرگمنت در حقیقت عبارت از صفحه است که با وسیله از این شما میتونین فاصله ها را بین دیتا هایتون چی کنین؟ کم بسازین. دست دفرگمنت مطلب از این که عیارسازی دیتا هایتان با فاصله ها بین یکی دیگه است. شما میخواین که اینا را چی کنین؟ هم عیار هم تیار و هم فایل بسازین و هم فاصله. مثلا یک دمی درایوی سیک فولدر هم اندازی، آیا در فکرتان به شکل سلسله ای ثبت میشه؟ نه. یک دیتا های در یک جای سیز دیگه در دیگه جای سیز دیگه اتو به شکل تنظیم دی نیست. این حالا اگر خواسته باشه که سیستم تنظیم دی فعال کنی، یعنی میخوایی که تنظیم بسازی چی را برادر عزیز؟ همه اطلاعات تانه، دیتا های تانه، با شما چی میکنیم برادرم؟ شما از دست دفرگمنت کار میکنیم. دست دفرگمنت این فاصله ها و یا سپیس هایی که بین دیتا های تا واره یک طرف میکنه، دیتا های تا یک طرف، یعنی صفحه جور میکنه، منظم میسازه. بسیار خوبش فهمیدینی؟ این حالا میگو بیادر خند کدام درایو میگه میخوایی که منظم بسازی؟ میگه درایو سی هست، درایو دی هست، درایو ای هست، کدام درایو میگه میخوایی؟ متعاول برامه رو شان بده. سعی کنیم بیادر رو در این پایان چهار رنگ داریم. سعی که بیادر رایم متوجه باش. چهار رنگ داریم. رنگ سرخ فرگمنت فایلز، فایل هایی که فرگمنت شد و تمام شد به رنگ چی رو شان بده؟ کانتیگیوس فایلز، فایل هایی که معمولا چی باشه برادر عزیز؟ فرمثال بخصوص فرمثال یعنی کارآمد یا فرمثال فایل های پرفارمنس یا کار باشه به رنگ آبی برای شما چی میکنه شما میتن؟ ان ریموویبل فایل، ان موویبل فایل، فایل هایی که قابل چی نیست؟ قابل انتقال نیست، به رنگ چی رو شما میتن؟ پسته ای. و فری سپیس به رنگ چی رو شما میتن؟ یا ما میتونیم که فرمثال فایل هایی که فلگمنت شد، فایل هایی که فرمثال دیتا هاست بلمون برنگ آبی برای ما رو شام میده. این حال تو بگو در درایو کلام درایو میخوای تنظیم کنی کلام شا درایو سی را بگو سی را تو برای ما تنظیم کن. اول انالایز میکنی، انالایز برای تانی اگر شام میده که اینجا فاصله اینجا اینجا باز بگو جورش کن آتومات برای چی میکن. بگو تو انالایز یعنی مونیتور آینه وارو برای تان نشام میده. اینه میبینیم برادرا از اینجا تا اینجا فری سپیس فاصله داریم. این خطای سفید هم میبینین؟ این هم میبینین؟ در جای خط این هم میبینین در بین دیتا های ماسای که اینجا چقدر فاصله هست؟ اوه حالا میشه اینا رو بگو کل دیتا های ما رو تنظیم کن. فری سپیس یک طرف کن، فرگمنت فایل ها رو یک طرف کن، کاندیگیس فایل ها رو یک طرف کن و ان موویبل فایل ها رو یک طرف کن. کل شبرت عیار میسازه. سعی که اینی شکل است که فیران است و با مجرد که دفرگمنت بگوی اوتومات در اینجا برشه کلش چی میکنه؟ ایار میسازه. اینجا کلیک میکنیم چی را؟ دفرگمنت، دفرگمنتش کن.
ما مجرد ده فرگمنت کنی اینا رو برادرای عزیز شروع میشه تا یک بار ما ده فرگمنت کنه. فعلا ده فرگمنت ما جریان داره تا یک موافقانه صورت خواه منتظر عزیز هستیم که تو این پروگرس بار برادر عزیز چی شده تا آخر برسه که رسید ده فرگمنت ما چی میشه درای دی سی اگذر از برادر اطلاعاتش دیگه زیاد از وقت اگذر میگیره آه اموار کنیم. خواه برادر ما شما این استاپ میگم چون وقت دیتا سی که همیال ده فرگمنت کلا میره برتان ولی چون وقت ما رو میگیره از خاطر استاپ میکنم و دیگه درایو میریم. این بیادر نکو بر ما برو در درایو ایف درایو ایف ما فری سپیس چقدر است و یوز سپیس چقدر است از سایز میگم درایو ایف بر ما بگی ایره بگو دیفرگم اول انالایزش کن اینه میبینی تنها دیتا است این آل دیفرگمنتش کن این آل زود بر دیفرگمنت میکنه اینه دیدین چرا نشد خلال مطلب از یک فایل هایی که دوست در این نیز دیگه میبینی فری سپیس یک طرف کرد چی یک طرف کرد فایل ها رو دیگه طرف کرد سعیسته یعنی چون درایوی سی که بود او چی بود او یک در دیتا زیاد بود از اول آز وقت زیاد میگرم مثلا درایوی سی رو بگیریم و شما باز انالایز کنیم سایی که اینی خطای سفید و خطای سبز دیگه داریم این حال سفیده ها را خطایش یک طرف میکنه سبزه را یک طرف میکنه سرخ ها را یک طرف و بیار دیگه طرف یعنی می خودش یک کار چی هست؟ ده فرگمنت هست ایر سازی گرفتی گفه؟ میرم برادرهای عزیز به طرف دسک منیجمنت این بسیار مهم است. این چی هست؟ دسک منیجمنت اداره نمودن اینمی دسک ها و درایو های تان هست که به وسیله عزیز شما میتونیم برادرهای عزیز پارتیشن و فارمتینگ و دگه و دگه چی کنین؟ بکنین در کمپیوترتان صحیح سه چهانا؟ با وسیله چی؟ با وسیله دسک منیجمنت صحیح سه چهانا با وسیله چی؟ دسک منیجمنت شما میتونین پارتیشن کنین فارمتینگ کنین برادر عزیز دوباره چی کنین؟ پارتیشن و فارمتینگ ما با وسیله اف دسک میتونیم مثلا این همیال من دو درایو دارم بگو بدون درایو سی چی؟ بدون درایو سی ما دیگه پارتیشن ها میتونیم چی کنیم؟ پارتیشن رو فرمت کنیم دیگه بدون درایو سی اینا رو در اینجا برادرهای عزیز شما دو درایو دارین درایو دی و درایو ای هست مثلا بگو من میخواییم کردو عزیز رو از بین ببرم یک پارتیشن جور کنم یا دو تا یا سی تا یا چهار تا یا ده تا فعلا دو تا بگو با ده تا تبدیلش میکنم با چقدر با ده تا کلش با وسیله چی میشه؟ پارتیشن میشه صحیح سن شما وسیله پارتیشن ما میتونیم که عملی رو انجام بدیم. خب برادرهای عزیز خب برادر پس به خاطر عملیه انجام دادن مثلا ما در اینجا چهار پارتیشن دارم درایو سی درایو دی درایو ای درایو اف مگا پرایمری پارتیشن اینا خوانده نه پرایمری پارتیشن برنگ چی نشون میده برنگ آبی اکسل پارتیشن برنگ سبز و لاجیکال درایو برنگ نیلی یعنی اینا این برتون میگه درایو چی است سی اس پرایمری است درایو دی درایو ای درایو اف ارسش چی است اکسنت از چرا برنگ پستهی کور شده و هر کدام از این بطنهایی چی است؟ لاجیکل درایو است ایره در جریان پارتیشن ما کار کردیم براتون مثلا بگو بیادر ما میخواییم که اینمی پارتیشن های از این از بین ببرم و ما میخواییم که چی کنم برادرم ما میخواییم که اینمی مکمل مواد هایی که به داخل از اینمی چهار سه درایو است بگو ما سه درایو از بین میبرم با چند درایو تبدیلش میکنم با یک درایو یا با پنج درایو دیگه می سی درایو ما شما درایو سی رو نمیتونیم از طریق دسک منیجمنت فقط شما میتونین اکستندد از بین ببرین و پس جور کنین دیگه پارتیشن ها را یعنی پرایمری را غرض گرفته نمیتونین گرفتی گپ یعنی مثلا دفعتم کار میکنی یک را یک درایو داری میخوای که میره دو تا شو برو دیلیتش کن پس جورش کن دو تا ضرر به این نیست که تو دیگه بری اینستالیشن کنی ویندوز و دوجا بری پارتیشن کنی گرفتی گپ
یا مثلا دو دانه است تو میخوای که یک تا بسازی، چی کنم دو تا باشه؟ یک تا بسازی پس. یا میال سه دانه است بودم، این سه دانه چرا باشه؟ می باید پنج دانه باشه. دلیت که کلش پس جور که پنج دانه درایو. چطور میشه نه ببینی؟ بگو درایو دی رو برام دلیت کن. فعلا به نام درایو دی چیزی داری یا نه؟ اینجا بردرشام ایتا درایو دی. سعی که از یه دلیتش که اتومات از جان دلیت میشه. بگو راست کلک آپشن دارم به نام دلیت لاجیکل درایو. دلیتش کن. اتومات بگو دلیت برنگ چی آمد؟ فری سپیس برنگ چی آمد؟ این حال برو دمای کمپیوتر درایو دی است. به نام سانز بود گم شد. نیست میگه والا بسیار ببخش. بگو درایو دی را هم از بین ببر. راست کلک آپشن دارم به نام دلیت. اگه میخوای دلیت شونی است. درایو دی هم از بین رفت. این حال برو دیج درایو دی است. تنها درایو اف مانده. بگو اف هم از بین ببر گم شد. راست کلک دلیت بگو درایو اف. یس. میگه والا تنها سی ماند. راست کلک. بگو سی را هم دلیت کن. میگه بیادر سی را دلیت کردن نمیتونی چرا؟ میگه تو در شاخه کشیشتی میخوای امرو را عرق کنی خدا بکشی، ولی من اجازه نمیتونم که خدا بکشی. فقط میتونی که سر اکستند در کار کنی. میبینی رنگ پسته ای اکستندت است، کل از این رنگ پسته ایست، رنگ سبز ببخشیم پسته ای فری سپیس است. سیسته این چارم این حالا میگه بیادر در حدود 29 جیبی. چقدر 29 جیبی میگه بیادر چی داری تو؟ فری سپیس داریم. اگر میخوای یک پارتیشن جور کنی جور کرده برو دیگه. اگر میخوای یک پارتیشن جور کنی از این همی چی کرده برو؟ جور کرده برو. این حالا بگو ما میخوایم پس پارتیشن جور کنم. حالا خب مکمل دمای کمپیوتر برو هیچ چیز نمانده، یک درایو سیست. بگو پس برما جور کن. راست کلک نیو پارتیشن، نیو لاجیکل درایو. بگو لاجیکل، لاجیکل خب دالا اکستندد جور میشه. در داخل چی اکستندد؟ نیکس. میگه چی میخوای لاجیکل؟ خب مطلب ما هم لاجیکل هست، خب دیگه چیز جور نمیشه بدون از چون داخل اکستندد هستی. نیکس کو. بگو میگه 29 جیبی است. بگو اینمی 29 جیبی را ما با 5 درایو تبدیل میکنم. 5 دانه جور کو برما. 4 جیبی. 5 4 20. نه 6 6 36. 5 6 66 جیبی میتیم. چند جیبی؟ نه یک کلش 6 6 جیبی میتیم. 5 6 30. اصاب ما رو خراب نکن. 6 6 هزار رو میتیم. چقدر؟ 6 6 هزار. میگو درایو اول ما را 6 هزار بته. نیکس. میگه درایو اول نامش دی است، اگه تغییر میتی تغییر بته. بگو صحیح است. میگه با یک درایو اگه ماونت میکنی که این دیفز باشه یا نمیخوایی که درایو مرایو مرایو درایو مرایو اگه نمیخوایی خیلی رو بگی. نه بگو درایو دی بته صحیح است. نیکس. میگه فارمت میکنیش یا نه؟ بگو تو فارمت نکو چی عملی صورت بگیره. بگو دو نات فارمت چی میشه؟ نیکس کو فنش کو. درایو دی را برای جور میکنه ولی فارمت نکنه، ولی بگو راست کنه که اوپنش کو. اوپن نمیکنه برای چرا؟ میگه دی وان تو فارمت. چرا؟ چرا؟ به خاطر که ما خط اندازی کردیم آبادی نکردیم. این حالا ما باید به وسیله فارمتینگ آبادی کنیم تا که ما بتانیم مواد به داخلش پرتیم. این حالی رو با مجالت کوپن کنیم اگه فارمت بگو یه از دیگه دقیقه رزو دیگه امکان نداره. این حالی ده اینجا کویک فارمت ها بگی دلت این تی افس میگیری فت میگیری. بگو برم این تی افس باشه ستارت که فارمت اوکی. این حال اوتومات برد فارمتش میکنه. متوجه هستی؟ اوکی میکنیم کلوز میکنیم. این حال اوپنش که اوتومات اوپن کرد خودش برد. یا این حال راست کنه که جا بیا اوپن که برد اوپن میکنه. چرا؟ چون آدرس از کلاستر سکتور جور نشده بود. این حال سر از این بیایی 5 1 2 3 4 5 6 7 آپشن میه. سر از این بیایی 2 آپشن میه. چرا؟ به خاطر از اینکه یخو جور شدگی است، ولی یخو فری سپیس است. هر فری سپیس فقط تا که جورش نکنیم آپشن نمیه. بگو فری سپیس باز بگو میخوایم که نیو لاجیکل درایو. نیکس. لاجیکل. نیکس. بگو 6 جیبی دیگه برای ما جور که. چقدر؟ 6000 جیبی. 6000 MB. 6 جیبی شد. نیکس. درایو ای. نیکس. این دفعه بگو فارمتش کو کویک. این دفعه فارمت کو ولی کویک. نیکس میکنیم بعدا فینش میکنیم. اتومات برای ما شما چی میکنم؟ فارمت میکنه و بعدا اجاب میکنه. صحیح سنجانه؟
ا درایو یام جو شده نه دیگه دایرکت اوپن کوپن میکنه دای چرا و آپشن نامد چرا فرمت شام کردیم اینا رو باز بگو بگو نی لاجیکال درایو نیکس نیکس بگوی رابطه بیاده رکن چند شش هزار نیکس میکنم ایرا اف نیکس کویک فرمت نیکس این فنش میکنم سه درایو شد نیم ای هم فال شده این راست کلی کوپن که بیادر این 11 جی بی دیگه مانده بگو 6 جی بی یکی رو بته 5 هم دیگه نیکس بگو 6000 رو دیگه هم برای مجبو که یک درایو دیگه درایو چی؟ کویک فارمت نیکس این فنش چهار درایو شد یکی آخری ماندی رو بگو نیکس نگاه همی آخر ها میخوایی که تقسیم بندی کنی کمش کن نه بگو برو کل شبته دیگه ضرور نیست که یه دیگه کم کنی نیکس میکنیم بعد از او آی نیکس کویک فارمت نیکس این فنش میکنیم بابا جاره دیگه فنش کنیم چند درایو جور شد پیشتر چند تا بود سه تا بود حالا چند تا شد این حال دم های کمپیوتر برو بیادر پنج تا شد لاجیکل ما و یک گانم پرایمری سیزده چند تا شد؟ پنج تا شد ببخشین چهار تا شد آقا قد شد از نه پنج تا اینجا جور کردیم یک دو سه چهار پنج اینجا هم رو شما می طبیقه هم باشه درایو دی ای اف جی نامده جی جی رو ببینیم که چی گپ هست اچ دی ای اف اچ این اچ نامده این حالا برنده ما یک کمپیوتر کلش می درایو اچ نامده ولی چی خود درایو اچ اینجا هست ببینیم سعی کنین از خاطر آید شده نا درایو اچ برین لترش رو چینج کنین باز می آید سعی کنیم برین درایو اچ چینج درایو لتر بگویم بگو ما می خواهیم اچ تبدیل کنم به ام چرا اچ دو دان است یک شر شما می ته اکشن نه بگو یک شر تبدیل کن اینه تبدیل کن بگو بیادر خان به چی به ام به چی تبدیلش کن به ام باشن که یک ذره سلو شد خیره مشکل نیست اینم بگو چینجش کو صحیح هستیم چینجش کو بگو بیچه بچی بایم بر چی که خودت میخوا این ای چینج تبدیل که بیادر با ام اوکی یس میکنیم اینا را اتومات به چی تبدیل شد اینا را برو ما یک کمپیوتر واس که اتومات شش درایو میشه کت سی دیدین اینا درایو دی ای اف آی ام صحیح شد نه پنج تایی شد یک تایی پس بگو دیلیت که بیادر پس بگو ما میخواهیم که کلش یک درایو شد چه خواه یک درایو چی بکنم من خدر درایو بگو پیاس کلک پس بیادر دیلیت که یس پس به فری سپیس تبدیل میشه ایران بیا بگو بیادر دیلیت یس به فری سپیس تبدیل میشه ایران بگو بیادر دیلیت که برما به مشکل قد رایو همه چی کنم کنترول کنم ایران دیلیت میکنیم و ای را همه و شما دیلیت میکنیم پس بگو جورش که یک درایو که دو درایو سی دیشه راست کلک نیوی چی
logical drive nexus to next collision be ek drive jur ko di next format show me ke wo bale next quick format intekhab be ki next finish ko to mod bare ek drive sahi hai tayar dosto mosh automat ek drive jur ke do pan ke yaar khan be ki ba sab aram cgb ek drive jur ke chekar cgb این حالا ورود داخل کلاینت مای کامپیوتر اینه برتون میگه سی او دی اس بس آپشن هایی که در پراپرتیز هست اوپن واز میکنه اکسپلورر با جزئیات وازش میکنه مثلا منیو بیس که هر کدام شو کلیک کنی اینجا برات معلومات بده دیگه سایز نه اکسپلورر میگن چین درایو لتر اگر خواسته باشی درایو دی رو به چی تبدیل کنی به ام اچ آی جی کن فرمت خو میفهم چی میکنه برتون فرمت میکنه وقتی که فرمت پس برتون دوباره آباد میشه دیلیت هم فهمیدین که چی کار میکنه دیلیت که فری سپیس چه و پراپرتیز هم مشخصات معلوماتش که چقدر فری سپیس چقدر یوز سپیس چقدر کل از این معلومات از یه میبینین خلاص ای بود برادر عزیز دسک منیجمنت دسک فرگمنت که کار کردیم و سرویسز این اپلیکیشن اینا بعضی از آپشن های نتورک است که اینا را هم در بخش نتورک ما و شما مورد مطالعه و مورد بحث قرار میدیم خب برادر عزیز ای بود آپشن ادمنستریتیو تولز که مکمل آپشن های داخلی شما و شما کار کردیم آپشن های متباقی که میمان اونها رو کلش در بخش شبکه ما و شما بسیاریش مورد مطالعه و مورد بحث قرار میتیم که انشاءالله دلتان جمع باشه ویدیوهای آینده را توجه داشته باشین و متوجه باشین انشاءالله خوبتر و درستر میخوانیم یک آپشن دیگه که در اینجا در ادمنستریتیو تول داریم برام پرفورمنس که از کارهای فعلی ما و شما نشان میده به شکل گراف یعنی فعلا عملیات یا عملیات در کمپیوتر مجریان داره تمام شما میتونیم به شکل از طریق پرفورمنس چی کنیم ببینیم و مشاهده کنیم صحیح است انشاءالله مثلا این پرفورمنس است فعلا پرفورمنس کمپیوتر تا در گراف نشان میده که چقدر جریان داره اینجا کلش برات میگه که بیادر در کلر اینی کلر به چی نمایندگی داره برات میگه این در اینجا کلیک کنی براتون میگه رنگ زرد بیادر خان پیجز پر سکند است و رنگ آبی که است بیادر خان افریج آف دسک کیو لنت یعنی لنت به حساب با ابجکت برای ما مشخص میکنه و یعنی رنگ سبز که است پروسر تایم است تایم پروسر که این فعالیت چه آغاز میکنه از طریق میتونی که پرفورمنس پورا کمپیوتر تا چی کنی مثل گراف خر باره ببینی صحیح است انشاءالله و همسال از بعضی معلومات انفارمیشن های دیگه ما و شما دارین یه چی هست؟ داریم خب برادر عزیز درس امروزه ما و شما در میجه به پایان میرسه دا درس های بعدی شما را به خدای پاک میسپاریم شاد و موفق کامیاب باشین من الله توفیق